Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li satri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Binandagan bisyar azizum, bar har kujay kastin, bar har mamlakati kastin, ami laza ke mara mibinin az tariq e televizyon islami iman, ma khidmat shoma salamaye garm o dagh o islami o biradari khoda baratan taqdim mikunam. Umaidwar hastam ke alaik farmayid. امروز مثل همیشه در هر هفته ما یک پروگرام یک موضوع یک بحث جدید خدمت شما به خارش میگیرم تا جایی که بشه از او شما مستفید شوین و منظور ما این است که مسلمان هستیم الحمدلله میشه که در جمله مؤمنین قرار بگیریم یعنی ایمان ما تکمیل شود ایمان چطور تکمیل میشه اون چی که با قناعت و با این باور داشتن چیزی بینه متیقن شویم بنابراین به می خاطر ما هر پروگرامی را که ما یا هر مبحثی را که در این پروگرام شما که ایمان و مؤمن است که ما سر صحبت می کنم صرف منظوری است که این ایمان تکمیل شود بر صورت امروز آنچه که می بینید مبحث امروز ما در پشت سر که می بینید در تخته البته که یک طرف نوشته است که قضا و قدر شما طرف دیگه قدر هستک این یک بحث بسیار زیاد کهن یک بحث بسیار مغلق یک بحثی است که این از قرون بسیار متمادی از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام و بعد و با در فکر و یعنی در بین تماما کسانی که معتقد به یگانگی الله سبحانه و تعالی هستن این بحث یعنی همیشه دنبال شده این بحث بحثی است که یعنی بسیار دامنه دار است و این بحث تنها به فکر نکنم من امروز بتانم میره در یک ساعت خدمت شما پیر ما به نتیجه برسیم ولی تا اونجایی که در این آیت قرآن عظیمشان و هم گفتار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است اما قدر بحث یعنی سرمون اما قدر صحبت میکنیم خدا کنه که همین دوره طرف قناعت ما قرار بگیره دیگه قضا و قدر یک مسئله است که از دیر بعد ذهنهای فعال را در گیر خود ساخته و معمولا توضیح و قانع کننده را تا همه امروز هم البته ارائه نمیشه سرش یعنی آدم ارائه کرده نمیتونه به همین دلیل ما میخواهیم راجع به این مطلب مجهول استفاده از یک مثالی که امروز صبح به فکرم آمد و این مسئلش یک ذره دماغ کردم و انشالله که اینمی به این مثال امو تماما امو گفتار راجع به مبحث ما
انشاءالله که منطبق خواهد بود و اموره که مصداق همین قرار خواهیم داد. البته این مثال ما امروز در فکر خودی آوردم که اگر میشه که ما در بین خانه خود، البته در یک حشره بالای قالین ما از یک طرف در حرکت است، ما را میجه متوجه خود میسازه، پس بنابراین ما حشره را متعقیب میکنیم. البته روی قالینی که البته خانه ما کل قالین داریم الحمدلله، و اما قالین اما هر گلش یا هر چیزش منظم همونطور بافته شده دیگه، بنابراین همی حشره یا بالای همی که حرکت میکنه از یک گل به دیگه گل یا از یک نقطه به نقطه دیگه ما میبینیم، ما متوجهش هستیم و هم میتونیم کمی همی حشره را سر شمله کنیم ویل بکشیم، ولی باز هم نمی کنیم، می بینیم همونطور که با کجا میره، بالاخره چی میکنه، این مشره حرکت میکنه، یک دم بازگشت میکنه از یک ثبات. او مانای شزی داره که در یک صد در یک موانی برابر شده، البته موانی کوچک است به نظر ما، اما در وجه یک چیز بسیار کلان است دیگه، که حتمی زیری به نظر امو حشره، نظر به امو سره چیزش دیگه، قویش و تواناییش. بنابراین باز گشت میکنه، باز به دیگه طرف میره، باز همی رقم. به خاطر از این که این شش حشره نمیفهمه، نمیدانه که من دمی را برم در پیش رویم یک صد قرار داره. و همیست که بنابراین متلاشی میشه و این طرف و طرف بالاخره با یک درز قالین و با یک جای خوب فرار میشه. به هر صورت تا میجره ما خط ایره گذاشتم که اینا رو به تعریف ایره که به مسابه نمی به شکل نمی فکر کنیم که ما در روی زمین در حیات خود همی رقم در حرکت هستیم، همی رقم به زندگی دوام میتیم. البته بالای ما کی هسته که ما رو میبینه؟ او الله جل شانه هسته و او سمیع بصیر هسته که میبینه و ما با کجا میریم، چی رقم تصادم میکنیم، با کدام مثل خفه میشیم، با کدام مثل خوش میشیم، با کجا تصادم میکنیم، همی رقم. خب به این خاطر دیگه میره یک مثال خدمت آوردم که اگر شب تا آخر امی پروگرام ما که امی مسئله را اگر به خاطر بگیریم روی امی تو یک رقم بحث ما این ادامه پیدا میکنه و بفهمیم که یعنی بالاخره امی الله جل شانو که میگه که ان الله علی کل شیء قدیر، در قدرت از الله جل شانو ما باید معتقد شویم دیگه، اعتقاد کنیم ای که سمیع البصیر علیم الخبیر، به ای که میبینه او ما رو میبینه، ما در پایین او در بالا دیگه. بمچنان در همی این قضا و قدر است و در عربی همی قضا و قدر مقدرات میگن و مقدرات جمع مقدر است که اسم است از نظر صرف النحو I believe. این امو رقم مقدر جمع است، چیز است مفرد یا نون اسم است، امی قسم مقدرات هم اسم است. ولی که بازیر ما به صفت میاریم باز در پیش از او یک علفش زیاد میکنیم، مثلا میگیم که القدر یا مثلا القادر، یعنی این معنا از اینه با توصیف میشه با جناب با روی مسئله که با مروی لغتی که منظور ما چی میباشه، اگر الله جل شانه است اینه با شأنش میشه دیگه، صفت میشه دیگه. قضا و قدر از نظر تشریعی تا
تکوینی، قطعی و این همی چیزا تقسیم شده یا بیمی انواع قضا و قدر است. البته قضا و قدر تشریعی عبارت از او است که امو قدرش به اندازه گیری است، خود قدر منش اندازه است و قضا یک حکم است دیگه. به این خاطر اما به افعال انسان و به رقم انسان اندازه میشه، یعنی انسان در این ارتباط داره، زیرا همه چیزی که در دیده میشه افعال توسط انسان صورت میگیره. هر عملی که هسته، آنچه که ما در هفته گذشته راجع به گناه و ثواب عرض کردم که این یک دو چیز کس گناه و ثواب این در تمام حیات ما دخیل است، در روش اعمال همه چیز، همچنان قضا و قدر دخیل است. این ما هر چیزی را به قدر و قضا میسپاریم و میگیم همینطور شده دیگه، از جانب رب هستک همینطور میشه همین رقم دیگه و دیگه. اما این اقسام داره و در زمین همی افعال اختیاری ما یعنی اندازه گیری میشه و به شکلی که از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر موقعیت، از نظر کپاسیتی و دیگه و دیگه و دیگه همه چیز. اما آمدنی همین قضا است دیگه و ای البته قضای تشریعیش می باشه دیگه. قضای مثلا تکوینی از یک است دیگه. ای قضای تکوینی درباره آفرینش خداوند است دیگه، در آفرینش است دیگه، در موجوداتش، در آفرینش مثلا پدیده ها و همه چیزی که می بینیم و این از این بالاتر از فکر انسان بگه و دیگه، اونا این قضای تکوینی نام گذاشتن. بگه تکوینی درباره افعال انسان بدون معنا، بدون معناست، یعنی که به انسان که خداوند قدرت توانایی انتخاب و انجام دادن کارا را اما به اندازه ترسیم کرده از طرف انسان این صورت میگیره و اجرایش هم از طرف انسان صورت میگیره. اما قضا از طرف خداوند است، قدر از طرف خداوند است. پس ما به این مسئله باید که در زمین قضای دیگه هم است که او رو به نام محتوم میگن و یکی دیگه هم است که به نام موقوف میگن. که قضای محتوم چیزی است که یعنی به اصطلاح او تغییر ناپذیر است، هیچ امکان نداره. اما قضای موقوف میشه که وقف کنه، باز استاپ کنه، باز مثلا همین رقم تغییر بیافه. خود در هر مسئله، در هر موقعیتش این مربوط به انسان میشه. خب ما باید کمی حال مشکلی است که ما باید اینو بدانیم که چی رقم و چه قسم است کی و اینو هم فکر کنیم که قضا و قدر از ارکان اسلام است. اینطور نیست که والا پشتش نکردیم یک چیزی از خواست دیگه اطور هم شده نمیتونه. باید که سر از این توجه صورت بگیره، توجه تتبع شوه و پشت کار آدم بگرده که پیدا کنه معنی از چی است، یعنی چطور ما ایره سر خود عملی کنیم و یا در همه اعمال خود به این معتقد خاص شویم، مکمل شویم. این امی رقم است. و دوم دیگه شک نداشته باشیم، شک از بین پس شوه. همین یعنی که مثلا یا متر است واقعی یا متر است یا متر راستی شده یا غیره و غیره، امی شک به توسط علم، به توسط امی پشتکار، به توسط
این کشف مسئله که قضا و قضایا به می خاطر دیگه ای بر ما یک چیزی یک رکن از اسلام ماست یک چیزی است که یعنی بر ما یک اگه بگویم فرض است بله هم فرض شده میشه که علم است بر ما فرض است که باید این کارو بکنیم بنان ما در اینجا چون این پروگرام که به شما میفهمین بر همیشگی یک ساعتی که دارم این ما به چهار قسمت خدمت شما ما تقدیم میکنم در هر 15 دقیقه چرا همی اساسی که پیش ما است از 15 دقیقه زیادتر اجازه بر من همیته دیگه شما را میجه یک وقفه میتم بس برمیگردم انشاءالله دوام میتم و ما پس ما و شما که قضا و قدر است با ما باشید.